هی چطورین؟ امروز برای اولین بار میخوام سوشی درست کنم. تقریبا سخت ترین غذایی که میشناسم و این غذا انقدر لم داره، انقدر واقعا چیزای عجیب و غریب داره که فکر کنم اگه بخوام درست کنم هم شبیش نشه خیلی، ولی من میخوام سعیمو بکنم چون من عاشق سوشی ام و نمیتونم 24 ساعته برم رستورانا و اونجایی که میدونید سوشی غذای گرونی هم هستش، واسه همین میخوام خودم یاد بگیرم و حالا مهم نیستش که دقیقا شبیه خودش نشه، اما مشابهش هم بشه اشکال نداره، من راضیم. خب از اینجا باید خوب دقت کنید و این ویدیو رو 10-20 باری ببینید چون سوشی درست کردن خیلی کار حساسیه. یک پیمونه برنج رو از شب قبل خیس کنید و بعد فرداش که میخواید سوشی رو درست کنید بذارید رو اجاق و زیرش رو کم کنید، بذارید آروم برای خودش بپزه. برای سوشیتون از هر نوع ماهی و میگو فکر کنم هر نوع غذای دریایی بتونید استفاده کنید. حالا من میگو رو انتخاب کردم به اضافه تون ماهی که حالا جلوتر نشون میدم. به مقدار دلخواه اینجوری میگو رو میریزیم تو قابلمه، بعد یه دونه پیاز به اضافه چند حبه سیر خرد میکنیم و بهش اضافه میکنیم که بو نگیره، بعد آب بهش اضافه میکنیم و میذاریم رو گاز، میذاریم آروم برای خودش بپزه و بریم سراغ بقیه کارمون. برنج رو هم میزنیم، بعد هی آبش خوش شد باز هی آب اضافه میکنیم و هی هم میزنیم که شفتتر بشه. حالا میریم سراغ سوشی زومون. یه مایه هستش که بعد از اینکه برنج پختش بعد بهش اضافه کنیم و از ترکیب یک پیمانه سرکه، یک قاشق عسل یا شکر و یک قاشق نمک درست میشه. اینو میذاریم رو گاز آروم این عسل و نمک حل بشه توش. میگوارم که سر میزنیم یه وقت نسوزه بدبخت نشیم و اینجام تونه ماهیمونو داریم که باید بذاریم جوش بیاد. آره دیگه مامانم که خونه نیستش همینجور قابلمه قابلمه، یه 60 تا قابلمه داریم الان رو گاز. این تونه ماهی هم بهش اضافه میکنیم میذاریم تو این قابلمه برای خوش بپزه. اینم سوشی زومون که یه هم میزنیم مطمئن میشیم که اون عسل و نمک خوب حل بشه. حالا یه وقت نسوزونیدش. به این صورت هم میزنیم. اینم از تونه ماهیمون. به به بسیار عالی. اینم از برنج شفتمون که گفتم هی بعد هم بزنید هی آب اضافه کنید. ببینید همچین برنجی در اومد. حالا ما برنج ژاپنی نداشتیم، همین برنج معمولی درست کردیم. درسته برنج ژاپنی نیست ولی خب سوشی زو رو قاشق قاشق بهش اضافه میکنیم، همجوری هم میزنیم و هم میزنیم دیگه، هم میزنیم شفته شده قشنگ. به به اینجا هم بابا داره حسیرمون رو سلفون پیچ میکنه که کثیف نشه و یه خیار و یه هویج برمیداریم پوستش رو میکنیم. اینجا سرعت کار بردیم بالا که بگیم ما خیلی مثلا خفنیم. حالا بعدش میریم سراغ سسمون که شما میتونید از سس مایونز یا ترکیب ماست و آب لیمو نمک استفاده کنید که دیگه مامانم چون خودش ماست درست کرده بود اصرار داشت که من از ماست مامانم استفاده کنم، برای همین استفاده کردیم. بله هم میزنیم هم میزنیم. اینم جلبکامه که سفارش دادم، خیلی هم گرون بود، نمیدونم چرا انقدر جلبک گرونه، ولی خب این سایتشو میذارم این پایین، خواستید شما از همجور سفارش بدید. کلن تو این بستش 9 تا جلبک بودش از کاغذ نازکتر. میذاریمش رو حسیرمون صاف، اون چیزی که فکر میکردم نازکتر بود ولی خب البته اصلش هم همینا کلن نازکه. خلاصه که این هم از تون ماهیامون. به با آدم حرف میزنه اصلا، بسیار عالی. خیار رو بر میداریم نازک، یعنی نازک تا این حالت ممکن باید شما خیارا رو به صورت نواری در بیارید. حالا خیار که آسونه، سر هویجا پدرتون در میاد که اینجا میبینید من خیار رو گند زدم ولی هیچ اشکالی نداره چون میره لای سوشی کسی نمیبینه، واسه همین خیلی سخت نگیرید. خب حالا یواش یواش میریم سراغ کار سخت. یک کاسه آب بردارید چون هی دستتون میچسبه، بعد دستتون رو بکنید تو این آبه که نچسبه. صاف میکنید قشنگ، برنجتون رو بر میدارید و میذارید روی این جلبکتون. قشنگ باید این برنجه رو پخش کنید. اینجا بسیار بسیار کار حساسیه. اگه برنج ژاپنی بود خیلی بهتر بود ولی خب دیالا ما با برنج 100% ایرانی هاشمی درست کردیم و اینو قشنگ باید پخش کنیم صاف صاف. خیلی کار اساسی که من اینجا ویدیو رو قطع میکنم دیگه، میرم قشنگ صاف میکنم. توی یه روبی داشتم با این برنج بازی میکردم که رگ اوسیدیم زده بود بالا. حالا تونه ماهی ها رو خیلی ظریف و زیبا میچینیم، خیلی زیاد نریزید. اینجا خسیس بازی در بیارید چون بعد که میخواید رول کنید پدرتون در میاد، واسه همین بعد کم بریزید دیگه. خیارای نواریمون رو میذاریم با ظرافت تمام، بعد هویجا رو میذاریم و بعدش هم یکم از اون سوسه میریزیم روش. حالا 3 کیلو نریزید چون خیلی آبکی میشه و رول کردنش سخت میشه، واسه همین یه کوچولو سس بزنید و
و بعدش یواش یواش میریم سراغ رول کردن. اینجا خیلی کار حساسیه، من خیلی میترسیدم، فکر میکردم اصلا نمیشه رول کرد، ولی نه، جلبک چسبونکیه و یه ذره دقت و ظرافت به خرج بدید خیلی شیک میتونید یه رول خوشگل در بیارید. این اولین رول منه، حال کنید. مثلا انگار از ابتدا آشپز سوشی بودم، من خودم خبر نداشتم. این شکلی با این حسیرمون شکلی هی فشار میدین، فشار میدین، چون نمیخوایم خیلی رولمون کلوف بشه، میخوایم یه رول کوچولو، کوچولو هم نه، توپل مپلو جمع جور بشه دیگه. آره دیگه، خودتون فهمید چی دارم میگم. ببینید، بله، بسیار زیبا، بسیار عالی. اینو برش میداریم و میبریم دیگه برش بزنیم دیگه، چون دیگه گشنه ایم. واقعا اینجا خیلی گشنه بودم. درستش این بود که این روله 3-4 ساعتی توی یخچال بمونه که بعد راحت تر برش بخوره، ولی من اونجا که خیلی گشنه بودم همینو گرفتم برش دادم. اما یه رول دیگه بعدیشو که درست کردم گذاشتم تو فریزر برای یه نیم ساعتی، اون خیلی راحت تر برش خورد. واسه همین حواستون باشه که یه 3-4 ساعتی بذار توی یخچال بمونه که خودش رو بگیره، راحت تر بتونید برش بزنید. اینجا قشنگ داشتم با چاقو جون میدادم. بله، اینجا میچینیم رو سینی چون دیگه میخواییم سروش کنیم. رول بعدی هم که میگو هستش هم همین شکلی درست میکنید شما، و اونم همینطور 3-4 ساعت میزنید توی یخچال، بعد برش میزنید و میچینید و بعد دیگه آماده نوش جان کردنه. البته سویا سس فراموش نشه. سویا سس مثل جلبک نیستش که خیلی کمیاب باشه، مجبور باشید سفارش بدید. تقریبا همه هایپرمارکت‌ها دارن. به به به، شما فقط سوشی ها رو ببینید، بار اولت باشه همچین سوشی های درست کنی. به به به، اگه همین چیزا که گفتم رعایت کنید، شما همچین سوشی قشنگی درست میکنید. رسیدیم به اصل قضیه. میخوام امتحان کنم. اول تون ماهی رو امتحان میکنم. با چاپستیکم برمیدارم، میزنم به سس سویا. میگن نباید سوشی رو گاز بزنی، باید درسته بخوری، و اگه درسته نخوری مثل یه فوش میمونه برای خودشون. و من فکر کنم با هر سوشی که میخورم فوش میدم بهشون، چون گاز میزنم، نمیتونم یه لقمه چپش کنم، ولی به احترامشون این یکی رو لقمه چپش میکنم. هاو، من به آشپزی خودم ایمان دارم، اما فکر نمی کردم اینقدر خوب بشه، چون من واقعا این همه جایی که سوشی خوردم اینجور بودم که خب من یه موقع میخوام خودم درست کنم، امکان نداره این شکلی بشه. اما تقریبا میتونم بگم اونقدر با بیرون فرق نمی کنه. با اینکه یه جوری آسونتر شو درست کردم، ولی خیلی خوش طعم شده و تقریبا خود خودشه. حالا میگو رو امتحان کنم. دوباره میزنیم به سس سویا. Amazing. Perfect. Perfect. من ببرم اینو یه قسمت فرنس بذارم ببینم و این سوشی ها رو بخورم. خلاصه امیدوارم که این سوشی رو درست کنید و ازش خوشتون بیاد. خیلی خیلی خوشحال میشم اگه من حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید، برام کامنت بذارید، اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید و این ویدیو رو برای هر کسی که فکر میکنید به دردش میخوره بفرستید. خیلی 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 دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. بای.